بسم الله الرحمن الرحیم سلام مجدد و تازه دم ادامه ی حرفامون اگر ویدیوهای قبلی رو ندید دو تا ویدیوهای قبلی رو ندیده باشید اصلا متوجه حرفم نمیشید این ادامه ی اون حرف است پس اونا رو باید ببینید حالا داشتم میگفتم حالا اما آیا حرف من اینه که چرا جواب منو نداده یعنی همینه حرفم همینه یعنی چرا جواب من نداده اگه جواب منو میداد این حرفا نمی زدم که الان می اومدم مثلا هر اینا کلا همه اون نامزدایی که گفتم مثلا چند نفری که خواستم مثلا سوال بپرسم فلان اونایی که تو به قولی ترندان <تصفح> هات تاپیکای چیزن جواب میدادن الان میخواستم بیام بگم آره اینا مثلا فلانن این چیزا رو دارن یا پاساخوان فلانن دیگه درست دیگه پس من دردم خودم هم دیگه دردم خودم هم که چرا جواب من هد. آیا اینه؟ نه ببین همین الان که دارم میام از خودم سوال میکنم همین حرفا میزنم شما نشستی اونجا میگی بابا این دردش اینه که مثلا جوابش نده اگه جوابشو میداد مثلا چیز میگه نه دقیقا همین باید این باشه باید آدما خودشون خودشون رو مورد سوال قرار بدن کما اینکه دیگران مورد سوال قرارشون بدن یعنی جواب داشته باشن منطق داشته باشن فلسفه داشته باشن واسه گرایشاشون واسه جریانشون واسه سایدی که گرفتن واسه جایی که وایسادن صحبت هم سر اینه که باید اجتماعی باشه از من شروع میشه من بیام حرف میزنم بعدا خودم رو تا جایی که میتونم حرف میندادم از من یا بپرسن بیان مثلا من حال که کسی نیست آن چیزی نیستم تو فضای سیاسی تصمیم گیران مدیران تصمیم گیرن جریان دهن اونها این اتفاق بیفته نه اینکه اطرافیان ببندن صدا نرسه و خودمون از خودمون نپرسیم و اینم تازه اینه ببین من نمیگم جواب منو داده باشه من میگم من این چیزها رو توی توییترش تو چیزش تو فلانش پیدا نکردم شما میتونی بیای بگی که مثلا بتونی بیای بگی که آقا این این برنامه جهان آرا داشت این همه همون سمسامی آورد نمیدونم جبرئیلی آورد فلان آورد این همه مهمون دعوت کرد فلان کرد و من میگم آقا جون این سر کار قرار نبوده بیاره تو ما بیرون بگی لنگش کن قصه فرق میکنه تا اینکه تعهد بدی بری این کارو بکنی خیلی فرق میکنه دو شما مجری اون برنامه بودی جاگزین یا به قولی وردن آوردن گذاشتنت اونجا چون یامین پور میخواست بره نماینده مجلس الان الانم که جوانان و فرهنگ یا اینا وزارت چیزه تو سهمی که رئیسی داد به قولی شامل اینم شد هایی که تقسیم شد در و نمیدونم رضایی و یامین پور و فلان افتاد اونجا مونده یه تو اومدی مجری بودی به تو چه به تو ربطی نداشتیه سر قضیه اون حجاب نه که گفتم گفت یه کدومش نعیمت هم جامده گفتم آقا شما مجری برنامه جانارا بودی چطور اینجا قبوله اونجا قبول نمیگم شما کی آوردی بیای راجع به مسئله حرف بزنی که الان مثلا خودت میایی نقد میکنی تو خودت یه کاره ای ای ما فلان موجلی شبکه ای این همه فالوور داری مثلا فرهنگونه من فلان رو به ما جریان سازی اینا یعنی تو <تصفح> چطور اونجا دست تو نیست اینجا دست توه اینجا چون تو آوردی نظر توه نه داداش من من این رو نمیخورم دوباره هم بگم آیا منظورم اینه که نه رای ندید ما اینم نمیگم یا مقدوراتمون انقدر خراب داغونیم باید به سمتی بریم که این پاسخگویی ها این مسائل گراش داشتن گراش مشخص داشتن موضع شفافت شفافیت فقط این شفافیت آرا بارها گفتم گفتم شفافیت آرا مهمه پول این چیزا ببین هدیه و اینا باعث میشه بدونی کجا رشوه گرفته کجا چیز بشه بازم مهم نیه یه ذره پوله یه توفه پوله اون رأی مهمه که ریل گذاریه کشوره تو تو مواضعت هم شفاف نباشه فرقشیه و شفافیتم هم زبونتونه بازیتونه بابا تو موضوعاتون شفاف نباشید همونه فرق نمیخوره یا مثلا ما میایم میگیم اصلا میگیم آقا اینا وامدار میشن ها اینا که میان این همه خرج میکنن این همه خرج میکنن این همه وام میگیرن این همه فلانی پول میده و ما خودشونو وامدار میکنن برای اینکه برن تو مجلس پول دارن بتونن واماشونو رو پس بدن دیگه یا به نفع گروه های تصمیم میگیرن دیگه اینم هم همین دیگه الان شما این همه سرباز که حرف میزنی فرقی همونه شما هم خودت وامدار این و وریات میکنید دیگه کسایی که به من مسیج دادن پیام دادن که میخوایم از اطمینانت کنیم اونی که میخواد بکنه واسه رضای خود لازم نداره بیاد بهت مسیج بده بگم من فلانی از اطمینانت میکنم راجب خودم تو کانال خودم گفتم نمیخوام من هیچ چیزی نیستم میگفتم میخوام ببین متوجه حرفم بشه اصلا حرفا ها معمولا دنبال بکنی متوجه میشی چه میگم دیگه میگم داداش من اونی که اومده به من مسج میده میگه میخوام حمایتت کنم فلان کنم به من کنم یعنی که وقت بیاره بالا بعد من حذرای اونو بزنم وامدارت کنه اون که میخواد حمایت کنه برو حمایت کن چه دلیل رو به من بگی برو نش بده لایک کن فلان کن, بمان کن. به من کن چرا به من میخوای بگی چرا مننت میخوای بزنی چی میخوای اینم هم همینا حالا البته نمیگم اینا اینجوری هنه. اینا اینا بالاخره طرفدارشن دلی چون سلبریتی بازی دیگه مثلا طرفدار محمد رضا گلزار که چیز ندارن تفلکی ها واقعا عاشقانه افتادن <applause> همونه حالا اما منظورم اینه که رنگ ندیم من نمیگم رنگ ندیم من میگم بازم ببین جوون خوش قد بلند جامعه فمیل سلبریتی پسند توی این قشر حزب الله ای بازی ها اینا معمولا قیافه های جدی میفرمایید به خاطر قیافه مثلا چیزش میکنن تفلکی و که حرف درستی هم زده بود به قولی حجبش میکنن یا نمیدونم مثلا حساب باسی کلا این دستارا میگن خوش پوش نیستید فلان نیستید بمان نیستید و اینها از این لحاظا به درد های خوبی هایی داره علوم سیاسی خونده نمیدونم فلان داره نمیدونم زرشناس از شماعت کرده فلان کرده جوونه بالاخره اهل کنشگری کنشگری داشته نظر داره راجع به چیزهای مهمی که من فکر میکنم شاید شفاف نیست اما داره فلان این چیزا هم داره نمیگم ندید میگم میخوای بری بدی به برو بهش رای بده ولی و منم شاید مثلا رای بدم حالا من که البته میخوام به نظر خودم براینده کار بهتره که برم مثلا یا کرج شهر یا شهریار از این چند نفره که پیدا کردم چون اونجاها دیگه خیلی اوضاع داغون تره شهرستانا که خیلی چیز تر ولی من اینجا دستم میرسه میتونم یه برم مثلا تا فلان جا اوضاع اونجا رای بدم که به قولی برایند کار بهتر شد. چون ببین بازم تکرار میکنم یه چیزی مقدورته یه چیزی مطلوبته آیا خوبه نه از همین الان هم میزنمش بره بد... توشم بدتر و برم میدونم همی رو... می و همین روند میخواد نه پاسکو خواهند بود نه میخواد مخالفش شن... مخالفه فینشون و انگ بیشناسنامه ها معاند ضد ولایت فقی یا اینوری آنوری تومت بزنن کمونیسم مسلمان فلان یا میخوان جواب ندن یا مثلا دو چهار تا امان پسر خال پسر دایی جمعشن بگن با مردم و دیدیم حال مردم خوبه یا گفته این شو همین باشه این هم قرار همون باشه منطقه رو به بهتر شدن قطعا از قبل خیلی بهتره منطقه اونم باشه باز اطرافیان اینا میگفتن که این مثلا با سی جی گوجه ای میره با موتور قالیم از این چیزای با موتور میگفته حالا نمیدونم اینا اینها باعث میشه که کمان کام بهتر خواهد شد بدتر نخواهد شد و اینم بهتون بگم ولی من به عنوان این پاسخگویه باید باشه که احتمالم خیلی زیادم اینا میبازنمش اینا به خاطر همین چیزاشون به خاطر تو توهم رفتنشون احتمال داره نمیگم میبازن احتمال داره انشالله هم بقولیم در مقایسه با لیست فلانیا اینا خوبه. اما برای من کافی نیست اینا باید بترسن چون دل... اگرم به بازن دلیلش همین پاسخگو خود نبودن خودشونه بترسن از این قضیه و اما یا مثلا همین ببین این الان یه بنده خدایی نمیم کیه اصلا درشه گروه مطالعاتی هات موازه و دیدگاه های مطرح در حوزه انتخابیه تهران را بر اساس چهارده پرسش کلیدی اقتصاد که اون چیز سید یا سر همین همین سرویه پرسش نامه چیز کرده خب دروغ دارید میگید یا من خبر ندارم نمیدونم دروغ تومت نمیزنم من نمیدونم از نظر من نمیشه جمعی از متخصصان انقلابی مواضع دیدگاه داوطلبان مطرح در حوزه انتخابی تهران را بر اساس 14 پرسش کلیدی درباره اقتصاد ایران ارزیابی کردند محوریت این 14 پرسش مسائل اساسی نظیر نرخ ارز و فلان همونی که با هم چیز کردیم تو این کانال با هم پرش کردیم فلان هستن با نسبت به مسائل مهم فاقد مواضع آشکارند یا نسب... چیز دارن موضعشون اونه یا اینکه نسبت به این مسائل ما هم فاقد مواضع آشکارن پس قرمزا بر اساس نتایج تحقیقات برای ما معلوم است که به این افراد حتما رأی نمیدهیم چون با اون سوال ها یا فاقد مواضع آشکارن ببینم آه اینا دوباره بخونم میگه که افراد قرار گرفته در فهرست سبز مورد تایید جریان مقابله با جهان همین دلار افراد قرار گرفته در لیست قرمز یا مدافعان دلاریزه شدن اقتصاد ایران جهانی سازی قیمت ها بی اقتداری آزازی نرخ و غیره هستن لیبرال تفکرات اقتصادشون یا نسبت به این مسائل مسائل مهم فاقد موازه آشکارن خیلی خوب آفرین ولی سوال دارم حالا از کجا فهمیدی؟ آقا از کجا فهمیدی؟ اینا اصلا جواب ندادن آقای مثلا عمید درسایی کجا جواب داده؟ ثابتی کجا جواب داده؟ نمیدونم حمد... خیلی هاشون حالا اسم همین چون قبلا سید نجامی دن موسوی که قبلا کجا جواب داده؟ موازه آشکاری ندارن کجا راجع به دادن؟ هی گفتن باید با لیبرالیست بجنگیم ما انقلابی هستیم مرگ بر فلان این که نشان دهنده چیز نیست که همه نجات هم این حرفا میزد موازه آشکار دیگه یا این وریا اینا, اینا رو از کجا میدونی؟ چون اینها هم همون حاله محمد باقر و غالیباف محمد باقر و نمیدونم بیجر نوابه علی الله حسینی ابراهیم حسن بگیه اول فضل زهره اینو میفهمم اینو راش میگه مشخصه ببینم حتی می نمیدم خیلی نمیشت هم نمیشته شما تالار پشتی، تالار جولایی نگاهی به این لیسته و مشتبه رزاخا محمد باقر غالباف آره یا مثلا ببین حتا برامی درسته نمیدونم زهره و اینا درسته محمد قالیباف درست البته درست ببین از یه چیزم هست حالا خودم از خودم بپرسم مگه دنیا فقط توییتره خب شاید تو نشریاتی مصاحبه داشتن تو فلان برنامه ای حرفی زدن تو فلان چیزی داشتن نمیدونم اینا هم این اینم هستا اما میخوام بگم موزه روشیان و آشکار میگیم یه چیزهایی هم توش هست یه مثال بزنم الان فکر کنم رایف فیبور کاندید شده بود نامزد شده بود و توی ویدیوهای من یه بار گفتم تو اصلا میخواستی هم نمیشدی این که میگی من نامزد نشدم ولی اینا الان اصلاح کنم با این تجربه به سابق تجربه های که من دیدم تو این نامزدها نمیتونست تازه استاد دانشگاه هم بوده دیگه مرکز پجوهش های فلان هم بوده نمیدونم اندیشکده فلان هم که بوده یه مؤسسه هم که داره یه برات بگم دیگه چیکار میتونست شرایطش رو داشت اینو بعد اینجا اخلاقی که دوباره یه بار گفتم ولی یه بار هم میگم چون صدای برسه این اشتباه من بود میتونست تو نقدش نقد اون علی زاده گفته بودم این به اون ولی حالا اتفاق اینه که همین که مثلا مشکل داریم فلان داریم میگه رو به جلویم روش داریم ببین دغدغه چی شده من از اینش هم میترسم میگم آقا نرن اینا تو بعد اون چیزی که شما میخواید نشو چون شما به قول یاروی تعهدی فلان نمیدونی ها رای پیپور میاد میگه که آقا من آوردم نشوندم شلو دوربین قسم جلاله قرآن گرفتم ازش تعهد داده فردا مطالبه گری میکنم چون اصلش بعدش از این جهات متفاوت میشه یعنی میگم مردمی تر نسبت به اونا و فهمیده تره اما خب یه چیزایی خودت اگه به خودت چی؟ خودتو خودت اگه کج بریش کی چی کار کنه؟ خودت مثلا طرف داره دلاریزه شدن اقتصاد اگه باشی مثل قضیه ای که اینجوری خیلی اشتباه نمیدونم یه کار خیلی متست هرچی بهش فکر میکنم بیشتر برام چیز میشه اون نشه هم بازم یه باز همین هم میگم رو به روشن بازم خوبه بازم بهتره بازم فلان مقدورمون چیه مطلوبمون چیه من هیچ همشون به چیزم به قالی به کتفم ولی بازم ارزشمندن قابل احترام نسبت به سایر چیزها اینه ببین مثلا اومده نشه ما به دنبال همچین نمایندگانی و همچین مجلسی هستیم و نمایندگانی رای بدید که پیگیر مسائل ریشه کلان شما باشن بعد آورده اینو داده گفته مردم وقتی در انتخابات شرکت میکنن که امید به تغییر داشته باشن از قول رهبر انقلاب و این یکی از این چیزا حالا این کار کرده مونتا میگم که حالا این سر اینه امیدوارم مثلا یه چیز خوبی یکی اون مثلا یارای خودم هم بودتون لیستی که گفتم بهتون توازی حرفه یعنی توازی اجباری نماشه توازی شایی نباشه مثل چیزها آقایون تا کی باید سربازی اجباری رضا شاهی رو ادامه بدیم؟ این دو سربازی میدونی چی میذاره بر جوونامون؟ مثال هم نمیزنم. یعنی کاش فقط وقتشون رو تلف می‌کردید. سالانه چهار میلیون شانه بده درگیر مشکل سربازی هست. من نوعی هم وقتی برای بچه‌ام پارتی بازی می‌کنم، دیگه خبر ندارم توی پادگانش چی امنیت مون فرانسه، ایتالیا، هلند، اسپانیا، آمریکا، کانادا، چین، ژاپن، تا 114 تا کشور دیگه با سرباز به حرفه‌ای داره تصمیم میشه. سرباز حرفه‌ای که میگه برد... حالا درازه خودتون برید تو توییترش نگاه کنید. حالا خب مثلا یه محیط مجلسی که مثلا اومدن نمایندگان اینجوری دارن مثلا یه همچین چیزی حرف میدارن که ای میگم اون چیده اون میمونه سر که مثلا آقا بیایم این سر دلار فلان دلار اصل قضیه یا جمعیت خیلی مسئله مهمیه و اینم کم کم چیز بکنم بکنیم اینشالله مهاجرت محکوز شکل بگیره تحصیلات بدن باید کشور ما روستایی نشین باشه باید بر پایه بافت شهری نداشت بافت روستایی نمیگم مدرن نباشه ببین فرق میکنه نه یه ده بری کور داتا نه روستایی نوین هوشمند و پیشرفته یارو مثلا اصلا سطح زندگی کیفیت مدرن و پیشرفته با سطح امکانات خیلی خوب اما بافت روستایی کشور ما برای این این حوزه جغرافیایی اینا منطقه مسئله آب انتقال آب حالا این چیزاست تحصیلات ایجاد کنن زراعت باید باشه اقتصاد اول ما حالا یکی یکی درهای خیلی خوب من همین امسال سربازی ما گرفتم چه به پیر شدیم بازه سربازی کارتم رو گرفتم از ما که گذشت اما امیدوارم برای چیزا اتفاقا خیلی ها برای به دلیل سربازی مثلا منم برای خودم هم خیلی وسوسه انگیز بود گاهی که پاسپورت یه کشور دیگر رو داشته باشم فقط این که چیز نکنم مثلا بگن آقا تو آخر مجبور میشی بیری و فلان البته الان ربطی نداره هم پاسپورت دیگه به سربازی نیست اما خیلی ها مثلا میخوان بیان یه سری به ایران بزنن برن سر این قضیه نمیان خیلی متخصصین خیلی دانشمندای خوب که مثلا دانشی دارن فلان البته اونم خودش حالا داستان داره سر این استفاده این چیزها مثلا من نمونهش خود من بحث متفاوته ولی خب چند تا ستونی که داره اقتصاد و این چیزا اجتماع و امنیت اجتماعی امنیت روانی بچه هامون قولی بچه معلامون رفقامون بچه هموطنامون هم این صحبت ها باید به اونا فکر بشه و حرف خوب و اساسی و خیلی یعنی همین یه کار اگه قرار باشه یه چیزی حرفش بیفته اول آخر قبول کنی یا نه یه تریبون بزرگ داره و تنها دنیا دنیای سلبریتیه یه چهره اجتماعی شده دیگه سرمایه اجتماعی و باید درست استفاده بشه و خودش امیدوارم چیزی نشه و لاغلش اینه که به قولی از این مسائل اتفاق پس کلیت قضیه خوبه همه اینایی که توی سه تا ویدیو گفتم همین ثابتی و فلان و اینها رو گفتم شما برید مقایسه کنید با یکی مثل محمود برید مقایسه کنید با دروانه برید مقایسه کنید با آذر برید مقایسه کنید با نمیدونم با نماینده هایی که حالا نمیخوام اسم ببرم اینا یه در چیزی خودشون تقریب شده اند اسم بردم و نه اما برای چپ و راستی بودنشون عین این همین مثلا ثابتی که الان چیز کردم من که به شخص بهش رای نمیدم چون به نظر من آخر آق... آقابتش هم درست بهترن مثلا فلانن بمانن اما اون برایندی که صحبت کردیم چیز چیز نمیکنه و تو همه این لیست هم لیست حتی در آخرش دوباره آن رسی بزه اینم ببینیم قبل اینکه برم که اینقدر لیست های اصولی ها متنوع شد و ما وحدت عام لیست های اصولی هایی چی هست که, که در, در کنار یه چنار بلند چند تا پاچوش متعدد درده میشه امر طبیعیه تو دوره قبل چرا درست میگه میگه که چرا انقدر لیست های متعدد اومد و وحدت اصولگرا به طور عام بلان چیز نشده با ما حتی میگه که همیشه در کنار یه چنار چهار تا باجوشا به چهار تا علف اینا هم در میان همیشه اینا میانه قبل و... استثناء بود ولی همیشه یه اسامی 24 ساعته خلق میشه 48 ساعت بعد از انتخابات هم فراموش میشه الان هم میگه دوره قبل قلب استثناء بود راست هم میگن ولی همیشه همینجوری بوده فلان موانه هر کیفاز خودشون میزه دوره قبل این وحدت مهدت و اینا هم دعوا اینا همین اتفاقا رافی پور و اینا تاثیر داشتن اومدن این وحدت وحدت گله لیستی رای بدیم اینا تا مخالف بودم توی تام هستش از همون اول مخ... همون موقع هم میگفتم آقا به قالیباف ندید آقا لیستی ندید آقا وحدت فلان و هست اصلا اون موقع هم این رو میزدم توی ایتام هم هست ولی آره این دلیل افتاد ترسشون چه بود گفتن آقا روحانی فلان شده بعد اینا همیشه اصلاح طلب ها یه جوری اینا نمیخواستن بفهمن خودشون یه لولوی ساخته بودن این لولوه اصلاح طلب بود میخواستن اونا نیان همه اومدن مثلا گفتن آقا این لیست رو بدیم فلان بدیم و ما بدیم دور قبل من خودم رأی ندادم من ایران نبودم ولی مثلا خیلی تلاش کردم که مثلا چیز باشه خانواده ما که دستم میرسید مثلا میتونم چیز کنم یا به جام رای بدن یا مثلا فلان رای بده به من اینو بگم و یعنی شخصا من تا الان فقط یه رای رئیسی رو دادم اونم تو سفارت مجلس رو نمیتونی بری سفارت رای بدی اولین رای بود که تازه حالا کار برنیش اما اه انتخاب تا ریاست جمهوری ها دادم مجلس و آقا خارج نشسته میگه ما رای نمیدیم چل اصلا رای نمیتونی بدی تو خارج انتقاد ریاست جمهوری ها میتونی بری سفارت و نمیدونم دفتر منافع و فلان رای بدی چیز نمیتونی نمیارن ولی <تصفح> فندق نمیارن آره این دوره چیز دوره این وحدت و این فلان ها اینا اومد اسات ات... طلبو هم که خیلی وقت بود مردن مخصوصا با روحانی و فلان کسی بهشون رای نمیداد کرونا هم بود فقط کیا اومدن به خیلی از مثلا این سمتی ها اینا اومدن این بحث پیش اومد اینا ترسوندن از لولو الان ولی خدا رو شکر این لولو ببین میگم روشیارم پیشرفت کردیم الان اسات طلبو هستن دیگه ولی یه کسی نمیگه که آی اگه رأی ندیم نمیدونم انصاری میره علی متحری میره خب بره چیه مگه اونم نظر با قولی نماینده قشری از جامعه است همین رفتاری که الان قطعات به این چیزی داره زشتی چنار پا باز بازم خوب حداقل رو فارسی چیز داره خیلی دیگه هم دارن آقای خود این, این, لیست اصولگره ها رو می نویسه رایپور لیست صبح ایران می نویسه این میگه چنار اون میگه کمونیسم مسلمان فرقش چیه همه ما خودمونیم دادش من اون پسر عموته اون پسر خالته اون نوه عمته اون نوه داییته اون رفیق همه هم خودمونیم این جامعه اول آخرش خوبی ها بدی ها فلان چپ و راست اینا رو با لیلو سازی ها اینا کم کم فارق بشیم ریشه ای حل بشه ما فرهنگ اجتماعی بحثی که استعمار سرمون آورده اینا حل بشه و این لولو بازی ها بین بره و میگم اول آخرش رو بروشیم اول آخرش خدا رو شما یه موقع نامید و اینا نشی نگیم من میگم خوبش اینه بعدی ایراد داره انسانیم دیگه قرار نیست امام زمان زور نکرده که همه مشکلات اینجا حل شه قرار هم نیست کامل مدینه فاضله بشه قرار تا جای توان به نسبت از تمام تاریخ تمام سیستم های دیگه بهتر بشیم ولی عالی عالی هم قرار نیست بشه اون عالی شدن بهشته فقط امام زمان بیاد به قولی به درجه میشه که تو این دنیا توانایی داره و اما مسائلی مثل خیلی مسائل مهمی است مثل همین دلار زدایی یا فلان ببین مثلا حرفایی که چیز داره اینا بذارم برای بعد ویدیو بعدی ساب کنید ببینم بلش باشه واسه ویدیو بعدی یه ذره کوتاه درست کنیم صدامون برسه این مثلا همین دیگه مثلا به قضیه همین دلار این میگو کمونیست مسلمان اون میگو فلان ما میگفتم بابا ما رفیقیم طرفتو داریم نمیدونم فلان داریم به ما نظر نز... من شخصا میگم من کاری نم جبریلی خرکیه رافی خرکیه غالب خرکی کل مرد آدم ها انسان ها رو بوتسازی نمیکنم که میگم فلان نظری درست میگی دمت هم فلان جا غلط میگی خاطر تو سرد. اشتباه کردی این مثلا من اینجوری فهمیدم حالا به زبان تون میگم سریح میگم و داره چیز میکنم که متوجه بشی حرفم چی ها به قولی چیزم نمیکنم. کنم ها؟ البته درستش اینه که آدم معتب باشه یعنی چی خواهی تو سرت پسر خالت حرف نمیزنی که سنمی نداری باش درست ولی به قولی ما صدای حالا بعدا توضیح میدم اشتباه کردم معذرت میخوام ببین همین میش انسانم دیگه نفس میگیره یه لحظه میاد یه لحظه یه چرت میگی بعد دیگه خیلی خیز ادامه میدی بابا اشتباه که نباید حرف اشتباه یارو دکترم اقتصاد کلان نظر داره کل طرفدار داره اون یکی رایفی پوره کلی به قولی دهنش سرویس بازم به اذیت شد، تلاش کرده به قولی صدایی داره دو تا طرف داره نمیدونم روزخونه به قولی مکاتب اهل بیت اینا میگه یعنی چی میگه میخواش اشتباه کردم معذرت میخوام بخ... اه... انسانیم دیگه نفس داریم باید خودمون هم مراقب خودمون باشیم حالا میگم این میاد اینو میگه اونم اینو میگه دقیقا مثل من که دقیقا همین الان یه اشتباهی میکنم الان اون میاد میگه ببین ادبیات ها اون گفت چنار اون گفت پاجوش خیلی هم خوب گفت چیزی هم نگفت یه گفت آقا یه لیستیه اصلش همونه دیگه اینا هم زور دارن روزنامه دارن نمیدونم مجلس دارن الان نگاه کنید دو ماه شبکه دو برنامه و تبلیغات مجلس از پول بیت المال شبکه دو میومد اومد قالیباف میومد، فلان میومد، تبلیغات کارهایی که مجلس کرد اینا تو حساب اینا میرن دیگه یا همون چیزایی که صحبت میکردن شانس بیشتری هم دارن مهم اصل اون اساس اجتماعی را رفتنه حرف باز این ریاض شد 26 دقیقه شد باشه واسه بعدا فعلا بریم فوتبال پرسپولیس نگاه کنیم یه صحبت هم راجبه ورزشی و اینا دارم یه راجب اینا هم باشه ملوقع. حالا در حال بردم خیلی مخلصیم هر جاست خوب و خوش خورم باشید به امید پیروزی موفقیت ایران من نمیگم به که بدید به رای ندید من میگم جریان سازی مهمتره شفافیت اگه الان جریان شده پاسخ کو بودن تراکم نمیدونم بستر فکر تعوی... کن از نفتی بخوای به زرهای عوض کنی و کل مردم مطالبه دلار زدایی، چیزهای اساسی سروازی هرفهی این چیزها خواسته بشی که نماینده جرئت نکنه بیاد بگه مثلا پاسخگو نباشه بترسه او, او او یه نفر از من سوال پرسید بودو بودو نشون بده نه اینکه میام فیلم تبلیغاتی درست کنم یارو رفته بود نظر مثبت داشتم بهش تو حرفایی که تو تلویزیون زد از این گمناما بعد رفتم سرچ کردم دیدم ای بابا بیرونم خرچ خرج کرده البته بعد ولی اومده مثلا تو راه پیمایی بیستاد و به من فیلم گرفته که مثلا مردم باشه خب در یوز بازی دقل کاریه دیگه نوید اینجوری باشه دیگه بگذاریم عزت زیادی حالی مدد